پاینده ایران سپاسگزار که در این ساعت با ما همراه هستید برنامه ما رو انتخاب کردید برای دیدنتون و مهمان خونه شما عیزان هستیم محمد خاتمی آقا یه مصاحبه داده با جماران طولانیه ولی من چند بخش کوتاهش رو برداشتم مسائل خیلی مهمی رو داره بیان میکنه محمد خاتمی و نشون درستی برای جمهوری اسلامی کشیده و میره جمهوری اسلامی محکوم به یک شکست بزرگی خواهد بود و آقای محمد خاتمی از خود خودبراندازی استفاده کرده گفته آقا نظام داره خودبراندازی میکنه وقتی که نظامی هدف میگیره کرامت انسانی مردم خودشو مطمئنن یا نمیفهمه یا اینکه قصد کرده خود براندازی کنه جمهوری اسلامی قطعا سقوط خواهد کرد یعنی این سطحی که جمهوری اسلامی داره کرامت انسانی مردم رو نادیده میگیره قطعا در آینده ای نه چندان دور سقوط خواهد کرد و اگه سقوط هم نکنه از نظر فلسفه سیاسی فروپاشی سیاسی نداشته باشه همین الانش فروپاشی اجتماعی داشته لحظه به لحظه فاصله مردم از این نظام که حتی دیگه به حد اعلی رسیده دیگه کامل فاصله گرفتن دیگه از الان به بعد تنش هاست که روز به روز بقای این نظام رو تعیین خواهد کرد جمهوری اسلامی در یک مسیری قرار خواهد گرفت که بقای خودش روز به بستگی به روز به روز و اتفاق به اتفاق داره نظام جمهوری اسلامی به قدری ضعیفه که یه اتفاق محسا امینی میتونه تا مرز فروپاشی ببرتش و از الان به بعد هر اتفاقی میتونه جمهوری اسلامی رو هدایت کنه برای یک اتفاق تلخی که به زودی رو خواهد داد به زودی رو خواهد داد و اتفاقات شدیدی رو ما در تابستان امسال مشاهده خواهیم کرد و در تابستان 403 به نظر من یه آتش یک جنگ داخلی روشن خواهد شد اما بینیم ببینیم آقای خاتمی که خب سالها ایشون 8 سال رئیس جمهور این مملکت بودن با جماران صحبت کرده چی داره میگه حرف حسابش چیه میگه انقلاب از مسیر خود منحرف شده تقاضاها و پی... حتی انقلاب و مسیرش منحرف نشده انقلاب از اولش هم کثیف بود میگه تقاضا و پیشنهادهای خیرخواهانه شنیده نمیشود به جای خود بر این جمله خیلی سنگینه به جای خود براندازی خود اصلاحی کنه ببین خیلی جمله دقیقی رو مطرح کرد ببین چون اپوزیسیون برانداز اینا که شلوارشون هم نمیتونن بالا بکشن من همش به جمهوری اسلامی میگم میگم دل خوش نباش آقای رضا پهلوی با حامد اسماعیلیون دعواش میشه یا تو این اپوزیسیون مثل سگ و گربه دارن پاچه همدیگر رو میگیرن <تص> این مهم نیست چون اینا قرار نیست رو برانداز کنن تو دیت خودت سرگرم اپوزیسیون برانداز کردی اینا که عددی نیستن تو خودت داری خودت رو برانداز میکنی بحث خود برنداز. و خاتمی بسیار هوشمندانه تولید واژه میکنه ببینید تولید واژه ها خیلی من چون خودم عاشق تولید واژه هم دیدید دیگه تمام این سالا واژه تولید میکنم و واقعا با یک تولید یک واژه درست کلی از حرفایی که شما ساعت ساعتها مطرح کنی منظورتو برسونی در یک واجه ایشون اومد اینا در حقیقت تبین کرد خود براندازی حتی از میگه ادایی نمیگه به جای خود براندازی خود اصلاحی کنید خیلی حرف درستی میزنه یعنی من محمد خاتمی نیده بودم اینقدر حرف درست بزنه تا این صد خیلی حرفش درسته میگه اگر بخوایم ایران باقی بماند و عزت داشته باشد باید حکمرانی اصلاح شود دقیق داره درست میگه من بخشی از این مطلبشون رو یه نگاهی بندازیم و ببینیم که صحبت ایشون بر چه منواله میگه نگاه موجود به آموزش پرورش این است که اینها سربارن نه سرور نگاه کن نگاهشون به معلمان این کشور نگاه سرباری است به معلم به عنوان سربار نگاه می شود در حالی که سربار, حک... سر... در حالی که سربار حکمرانی حک... است که وجود دارد ببین تیکم انداق آقا سربار توی آقای خامنه ای داره خاتمی میگه حکرانی توی تو الان سربار این مملکتی درست هم داری میگه میگه در حالی که سربار حکرانی غلطی است که وجود دارد و نمیتواند تدبیر کند و سرمایه های جامعه را به فعلیت برساند آفرین سرمایه جامعه را به فعلیت برساند خیلی دور واژه واژه این حرفای خاتمی درسته نمیتواند فناوری ها و سرمایه های خارجی را جذب و صرف سازندگی کشور کند خیلی حرف یه اصلاح طلب پدر اصلاح طلب من کلا اصلاح طلب رو فشکش میکنم خائن میدونم یه پاراگراف فلان ازش خوندم واجب واجش درسه اصلا هیچ ایرادی نمیتونی بگیری میگه من پیش از این گفتم براندازی نه ممکن است نه مطلوب حرف درستی هم داره میزنه اما آنچه در حال حاضر جاری است خود براندازی است من لذت بردم از این سطح دگاه خیلی واژه درسته من پیش از این گفتم براندازی نه ممکن است نه مطلوب درست داره میگه چون واقعا براندازی از سوی اپوزیسیون ناممکنه چون اینا که دیدید دیگه چجوری دعواشون میشه اینا چرا همه دنبال فاندن و میگه نه مطلوب راست میگه اگه براندازی هم بشه خب مطلوبم نیست چون ایران دستخوش بحث تجزیه و هرج و مرج میشه میگه اما آنچه در حال حاضر جاری خود 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 براندازی است و ما میگوییم خود براندازی نکنید اصلاح کنید تا جامعه راضی باشد و زمینه پیشرفت در همه زمینه ها فراهم شود و تجزیه طلبان و قدرت های مخالف را ناکام کنید خیلی جملات قشنگی میگه خیلی من چون چیزای اصلاح طلبان رو زیاد میخونم از خاتمی یه همچین چیزای دقیقی برای من, من واقعا خیلی سپرایزه میگه اگر چه، هم میگه اگر جامعه احساس مشارکت در امور داشته امور را داشته باشد برخی مشکلات را هم تحمل میکنن اما اگر مشارکت نداشته باشد نارضایتی تبدیل به نفرت میشود و نفرت خشم میآورد و بحران هایی پدید میآید که حل آن آسان نیست چقدر درست داره میگه میگه اگر جامعه در مشکلات احساس مش... مشارکت داشته باشه مشکلات میتونه روسیه یعنی روسیه مردم احساس مشارکت دارن میکنن در جنگ اوکراین عموم مردم روسیه رو میگن بله یه اقلیتی هم هستن لیبرال و هوادار غرب و اینا کاری نداری برای همین آقای پوتین پشتوانه مردمی داره چون مردم دارن احساس مشارکت میکنن خودشون رو همگام میدونن با پوتین اما در ایران مردم خودشون رو همگام نظام نمیدونن این نظام حتی اگر رفتارهاش در با آمریکا با اسرائیل با همه اینا یه بخشش تا ما قبول داریم دیگه داریم میگیم که مثلا یه سیاست سیاست‌ها رو ما قبول ولی سیاست های درستی هم که اگر داشته باشه در قبال بحث سیاست های خارجی مردم همدل نخواهند بود چون تو اینا رو مشارکت نکردی یعنی تو امنیت اگه برای مردم تامین بکنی ولی مردم عزت نداشته باشن بازم ناراضیان این اینا از سناریوی فیلم خودت در فیلم غریب و جدیدن دیدم که مال شهید بروجردیه حالا این فیلم رو من باید یه نقدی بکنم چون دیگه این دوره هم تموم شده آقا یه عده مذهبی بودم مثل بروجردی خیلی خوبن تند رو نمیزنن اینم دیگه چیز که زده شد دیگه پنبک زده شده ولی اینا از جمله سینمای خودت دارم در میارم امنیت مردم داشته باشن عزت نداشته باشن ناراضی هم گوساله هایی که دارن ادای امید دانای 2017 رو در, در میارن رفتن پشت جبهه امنیت امنیت گفتن از جمهوری اسلامی تا دفاع کنن و تمام کسافت کاری های جمهوری اسلامی رو به بهانه داشتن امنیت بخوان ماسمالی کنن بگم این دیگه تموم شده این پروژه این حرفا دیگه الان زمانش بعد از محسا نیست این صحبت ها بعد از اتفاق محسا امینی کارایی خودش رو از دست داده شما تبدیل به دلقک شدید شما ادای منو فهمیدید دارید در میارید ولی نفهمیدی چون ادا در یعنی نمیفهمی من چون اورجینال من هر زمان حرفی میزنم مال واقعیت های همون موقع اون موقع نیاز بود به مردم بگیم آقا جمهوری اسلامی امنیت آورده ولی بعد از اتفاق محس امینی دیگه این جمله که جمهوری اسلامی امنیت آورده کارایی خودش از دست داده امنیت آورده ولی عزت مرد به, چه... به چه چیزی امنیت آورده عزت مردم مال لگت مال کرده خاتمی هم داره اشاره میکنه جمله آخر خاتمی هم جالبه میگه اگر جامعه اینه که گفتم میگه منشه اصلی محرومیت جامعه از امکان دسترسی به قدرت ثروت و منزلت حکرانی بد است اگر بخوایم ایران باقی بماند و عزت داشته باشد باید حکرانی تغییر و اصلاح شود حرفاش کامل درسته ببینید این جمله خیلی مهمیه آقا امنیت آوردی ولی عزت مردم بردی فرق نمیکنه مردم ناراضی هم باید, باید کن فقط صرف اینکه مثل میمونه که آقا ببخشید شما یه حیوان برو بگیر سگ گربه یه حیوان نگه حیوان داشتی آقا تو به این گربه نون و آبشو بده ولی هر روز یه دونه بزن تو سرش ولی نون و آبشو بده همون گربه با اینکه تو بهش غذا میدی چنگ میزنه بهت بهش میگه آقا دستی که بهت غذا میده چنگ نزن من دارم بهت غذا میدم یه خود اخم و تق کن برای گربه تا ببین چه اتفاقی میافته گربه داشتم دارم بهت میگم تجربه دارم عزت حتی برای حیوانات هم مهمه مثل که بی چشم رو اونجوری چیز نیست مثل سگ عزت نداره حالا سگ اونجوری نداشتم سگ همیشه دورای کوتاه داشتم شما نمیتونین حتی یه حیوانه بگیری بهش غذا بدی آب رو بدی امنیت براش تامین بکنی ولی تحقیرش بکنی آقای جمهوری اسلامی مرسی که امنیت رو بردی دمت کرد ما امنیت نداشتیم در زمان رضاشاه از شمال جنوب کشور ما رو اشغال کردن سرباز انگلیسی و روسی چون من پای درد دل استاد استاد بزرگم اردشید زایدی زیاد نشستم از تحقیری که روسها و انگلیسی ها در تهران ما رو میکردن برام گفته مرسی که حکومت گرفتی نذاشته انگلیس و رو روس پاشو به ایران بذاره به جای اونا خودت داری من رو تحقیر میکنی خیلی به ما میگه ما امنیت آوردیم نذاشتیم دشمن شما رو اشغال کنه دمت کرد نذاشی دشمن منو اشغال کنه که خودت منو تحقیر کنی خب اونم داره تحقیر میکنه دو هم داره تحقیر مردم سوالات جدی است همین از اص... دل همین حرفا متاسفانه الان دو تا بحث مطرح شده تو اپوزیسیون چند شب پیش دیدم یکی از این بچه جوجه کمونیستا بچه ها برای من گزارش دادن که آقا داره برنامه تو رو نقد میکنه در باب این که به رضا پهلوی گفتی پول میگیری نه, نه نه, یه مش چرت پرت میگه اصلا محلی از اعراب نداره که آدم بخواد بررسیش بکنه اینو ارزش پاسخگویی نداره چون خیلی تحریف میکرد حرفای من واژه به واژه حرفای من تحریف میکنه من فاقده اعتنا هست مثلا من تو اون برنامه دارم میگم آقای رضا پهلوی به جای حرف برو صندوق درست کن برای مردم ایران یه میگه آقا پول کجا میگیره بعد میگه کجا میگه کجا میگه آقا پول میگیره پول از تو صندوق اینجوری صحبت میکرد فرید تو بشم مردم ایران در خارج از کشور پول همون کافه خودشونو پول یه دونه رستوران رفتنشون 100 یورو در ماه بدن 8 میلیون ایرانی در خارجیم یه میلیونمون نفری صد یورو بدیم کلی پوله نه بعد بره بعد بره پارلمان اروپا پول بگیره این پولا رو بذاره تو صندوق مردم بده رفت فان بگیره که پول به مردم ایران خفه شو بابا تو ارزش جواب نداری با اون صدات بعد یه مطلب دیگه توی کلاب هاست که دینم مطرحش یکی همینه الان دارن یعنی تئوریزه میکنن پول گرفتن از خارجی رو والا همه این چهل سال که اینا پول گرفتن پولا خرج زندگی شخصیشون شده ببینیم امروز که نیستش رازه رضا پهلوی و اپوزیسیون همینه بعد همان با هم دیگه میگن چون سطح پایین کلاپوس هست کلاپوس داشتن شکر ما رو میخوردن سطح پایینی هم داره کلاپوس مثلا این هایی داشت میگو آقا این بعد بره پول بگیره از خارجی ها که این پول خرج مبارزه کنه خب پوفیوز دوزاری هر کدوم از شما دوزاری تا میخواد مطرح بشید مثلا میخواید بیاید پشم صورت منو بخوری تجربه 44 ساله داریم پول گرفتن خرج نکردن خرج جیبشون شده یکی اینه یکی که مسئله چیزی که مطرح شده خیلی ناراحت کننده است بحث اینه که دارن تئوریزه میکنن حمله نظامی به ایرانو و در این حمله نظامی که دارن تئوریزه میکنن یه حرف درستی هم البته میزنن متاسفانه در اوج اینکه این حرف واقعا خائنانه و وطن فروشانه است رومانی به عنوان یه ملی ننگ میفرستن بر این جماعتی که درخواست حمله نظامی آمریکا به ایران دارن اما یه استدلالی میارن که این استدلال درسته متاسفانه نه آقا جان. ما الان میگیم که اگه خارجی بیاد ما رو میکشه خب جمهوری اسلامی هم داره میکشه ما داریم میگیم خارجیه ما رو تحقیر کرده قبلا خب جمهوری اسلامی بیشتر داره تحقیر میکنه آیا جمهوری اسلامی امنیت آوردی که عزت ما رو ببری سوال اینه هی نمیتونی بگی من امنیت آوردم تو عزت منم بردی مشکل شما اینجاست و خاتمی رو اگه گوش نکنی تو این زمینه روزای سختی داری خود براندازی ای بود که خاتمی گفت من از الان به بعد از این کدواژه رفت توی دایره واژگانم عاشقتونم همتون به بهرمزه ایران میسونم بدرود